سوره مبارک القصص که سوره 28 قرآن عظیم و شان است در مکه معظمه نازل شده، متشکل است از 88 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت 58 می شنوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه می برم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارحم. و کم اهلکنا من قریت بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا و کنا نحن الوارثین. ای بسا سرزمین ها را که چون در امور معیشت خیش زیاده روی کردند هلاک گردانیدیم. این است منازلشان که بعد از ایشان هرگز کسی به آن نشیمن نگرفت، جز محدود از مردم یا جز در اندکی از زمان، و ما هستیم که وارث آن سرزمین های. و ما کان ربک مهلک القرى حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیهم آیاتنا و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون. و پروردگار تو ویران کننده هیچ سرزمینی نبوده است تا در مرکز آن پیامبری را نفرستاده که آیات ما را بر ایشان بخواند، و ما هرگز سرزمین ها را ویران نمی کنیم مگر در حالی که اهل آنها ستمگار باشند. و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقا افلا تعقلون. چیزی که به شما داده شده همانا برخورداری از وسایل محدود زندگی دنیا و آرایش آن است، و آنچه در نزد خداست بهتر و پاینده تر است. آیا نمی فهمید؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن متعناه متاع الحیات الدنیا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. آیا کسی که به او وعده نیکی وعده کردیم و او از آن بهره اندوز شد مانند کسی است که او را از متاع زندگی دنیا بهره مند ساختیم، و سپس او در روز قیامت از احضار شدگان است. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. و روزی که خداوند ایشان را صدا کند و بگوید کجاست شریکان من آنانی که شما می پنداشتید. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. در این حال آنهایی که جرمشان به حیث گمراهگر به اثبات میرسد میگویند ای پروردگار ما، اینهایند که ما ایشان را گمراه کردیم، ایشان را گمراه کردیم طوری که خود ما گمراه شدیم. اکنون به حضور تو از کرده خیش بیزاری می جوییم، ایشان ما را پرستش نمی کردند. وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم و رأوا العذاب لو انهم کانوا یهتدون. به این مشرکان گفته می شود شریکان خود را بخوانید تا شما را از عذاب نجات دهند، ایشان را می خوانند ولی آن شریکان به ایشان جواب نمی دهند. مشرکان عذاب را می بینند و آرزو می کنند ای کاش ایشان را یاب می شدند. و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین. و روزی را به یاد آرید که خداوند بر ایشان صدا کرده می گوید پیامبران را چی جواب داده بودید؟ فعمیت علیهم الانباء یوم اذن
فهم لا يتساءلون. در این حال همه موضوعات نزدشان مبهم میمانند و گفت و شنید نمی کنند. فاما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. اما کسی که توبه کرد، ایمان آورد و نیکوکاری ورزید، پس امید است که از زمره رستگاران باشد. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی عما یشرکون. و پروردگار تو هرچی را بخواهد می آفریند و هر که را خواهد برمی گزیند. حق انتخاب در زمینه به ایشان سپرده نشده است. منزه است خدا و برتر است از آنچه به او شریک می آورند. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. و پروردگار تو چیزهایی را که سینه ایشان پوشیده نگه می دارد و آنچه را آشکار می سازند همه را می داند. و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والآخرة و له الحکم و الیه ترجعون. و اوست خدا، معبود جز او نیست، در اول و در آخر ستایش از آن اوست و فرمان روایی از آن اوست و به او بازگردانیده می شوید. قل ارأیتم این جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامة من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. بگو چی میگویید اگر خدا شب را تا روز قیامت بر شما دایمی گرداند؟ کیست صاحب اختیار جز خدا که به شما روشنایی بیاورد؟ آیا نمی شنوید؟ قل ارأیتم این جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامة من اله غیر الله یأتیکم بلیل تسکنون فیه افلا تبصرون. بگو چی میگویید اگر خداوند تا روز قیامت روز را بر شما دایمی گرداند؟ کیست صاحب اختیار جز خدا که با شما شب را بیاورد که در آن آرام گیرید؟ آیا نمی بینید؟ و من رحمته جعل لكم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشکرون. و از رحمت خیش برای شما شب و روز را ساخت تا شما در شب آرام گیرید و تا در روز از فضل او بجویید و تا باشد که شما سپاسگزار شوید. و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون. و روزی که خداوند ایشان را صدا کند و بگوید کجایند آنهایی که ایشان را شریکان من می پنداشتید؟ و نزعنا من کل امت شهیدا فقلنا هاتوا برهانکم فعلموا ان الحق لله و ضل عنهم ما كانوا یفترون. و از میان هر گروهی گواهی را بیرون می آوریم و می گوییم دلیل خود را بیاورید. در این حال واقعا در خواهند یافت که حق تنها از آن خداست و آنچه را افتراء کرده بودند از ایشان گم می شود، یعنی ایشان را در خلا می گذارد. این قارون کان من قوم موسی فبغا علیهم و آتیناه من الکنوز ما این مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحین. بگمان قارون از قوم موسی بود، پس بر ایشان سرکشی کرد و آنقدر از گنجها به او داده بودیم که حتی حمل کلیدهای آن
بر جماعتی از مردان نیرومند گرانی میکرد. چون قومش به او گفتند ناشکری مکن، خداوند ناسپاسان را دوست ندارد. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وبا آنچه خداوند به تو داده است سرای آخرت را بجو و در عین حال بهره خود را از دنیا نیز فراموش مکن و نیکو کاری کن، چنان که خداوند به تو نیکویی کرده است و در زمین فتنه انگیزی من و ما، بیگمان خداوند مفسدان را دوست ندارد. قال انما اوتیته علی علم عندی اولم یعلم ان ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. گفت این دارویی به من از سبب علمی که دارم داده شده است، آیا ندانست که خداوند پیش از او نسلهای را که هم نیروی بیشتری داشتند و هم دارایی بیشتری هلاک گردانید؟ اما از گناهان خود گناهکاران فوراً سوال نمی شود. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. او در میان قومش در لباس آراسته بیرون شد. آنانی که زندگی این دنیا را می جستند گفتند ای کاش به ما هم مثل آنچه به قارون داده شده داده می شد، بیگمان او صاحب بهره بزرگی می باشد. و قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اما کسانی که به ایشان علم داده شده بود گفتند وای بر شما، ثواب ارزانی شده از جانب خدا برای کسانی که ایمان دارند و اعمال صالح انجام می دهند بهتر است و با این ثواب بر نمی خورند مگر شکیبایان. فخسفنا به و بداره الارض فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. پس خود او و سرای او را به زمین فرو بردیم و برای او دسته نبود که او را مدد کند و از خشم خدا نجات دهد و او از پیروزمندان نبود. و اصبح الذین تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. و کسانی که منزلت او را دیروز آرزو می کردن گفتن شه گفتا خداوند برای هر کی از بندگان خود که بخواهد روزی را می گشاید و تنگ می سازد، اگر خدا بر ما احسان نمی کرد می توانست ما را هم در زمین فرو برد، شگفتا که کافران رستگار نمی شوند. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. آن سرای آخرت را برای آنانی می گردانیم که در زمین اراده سرکشی و فساد ندارند و عاقبت نیکو از آن پرهیزگاران است. من جاء بالحسنة فله خیر منها و من جاء
بالسیئت فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما كانوا يعملون. هر کی نیکی کند پس برای او مزد بهتر از آن پرداخته می شود و هر کی بدی کند پس بدکاران جزا داده نمی شوند مگر مطابق به آنچه می کردند. این الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالهدى و من هو فی ضلال مبین. همانا آن که قرآن را به تو فرض گردانید یقینا تو را به همان جای بازگشت تو باز می گرداند. بگو پروردگار من بهتر می داند چی کسی رهنمایی را آورده است و چی کس در گمراهی آشکار است. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الكتاب الا رحمتا من ربک فلا تکونن ظهیرا للکافرین. و توقع نداشتی که کتاب به تو فرود آورده می شود، این کار نبود جز رحمت از جانب پروردگار تو، پس هرگز پشتیبان کافران مشو. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. و هیچ چیزی تو را از ابلاغ آیات خدا باز ندارد بعد از آن که به تو نازل شده است. مردم را به سوی پروردگارت بخوان و هرگز از مشتکان مباش. ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم و الیه ترجعون. و با خدا معبود دیگر را در نیایش شریک مگردان، جز او معبودی نیست، هر چیز هلاک شده نیست مگر ذات او، حکم از آن اوست و به سوی او بازگردانیده می شوید.